شنبه پنجم ژوئن 2010 و برای اولین بار قراره که یک خانه ایران در اونتاریو درست شه و این کارم به همت بنیاد فریاد استانداردکارانش و بقیه داوطلبا که ماهای زیادی رو گذروندن و در حقیقت به اضافه کمک حمایت مالی کسانی که توی کامیونیتی ایرانی صاحب اعتبار مالی هستن، ما توی مراسم سعی میکنیم با تا اونجایی که شده با همه این عزیزان صحبت بکنیم و یک آخرین نظرات و گفته های همه رو برای شما بیاریم. در میون شرکت کننده من جیسون کلی رو میبینم و این هم آقای جیسون کلی بودش که وزیر مهاجرت شهروندی بودش، تا اینکه کسای دیگه هم من میبینم از وزیر اونتاریو خانم کتلین بینه قرار بیاد، شهردار و عضو انجمن شهر ریچموندی رو من میبینم آقای دیوید برو و دیوید کوهن و البته کسای دیگه هم از شخصیت ایرانی هستن، من جمله آقای دکتر مهدی نماینده ایرانی تبار ریچموندی. با ما باشید تا با اینا گفته می داشته باشید. یکی از شرکت کنندگان و حامیان این برنامه آقای دیوید کوهن عضو انجمن شهر ریچموندینه که البته قراره که به یک پست یک مقام دیگری رو بره، با ایشون گفتگو می‌کنیم در رابطه با این مراسم. دیوید، could you please explain that why you are here and what is the purpose of you and the other city councilor of Richmond? Hi, I'm here this evening to support the building of the new center for the Persian community in York Region. The Pariah Charity is a fine organization, and I feel proud that there'll be a meeting place for everybody someday in our community. Yeah, we tried to have to build the community center in Richmond, but unfortunately it was not enough place. So, but we hope that one day we open up another community center in the Richmond Hill, because you and the other city councilor are always supporting the Iranian community. Yes, and we got to make sure that our bus system gets people from Richmond Hill directly to the center, so that people will easily be able to access if they don't have a car. Thank you so much. This is آقای دیوید کوهن عضو انجمن شهر که 20 سال عضو انجمن شهر و اصلا همیشه حامی کامیونیتی ایرانی بوده. Thank you so much. I'm sorry, the first one. یکی از شرکت کنندگان در این مراسم و یکی از حامیان کامیونیتی ایرانی و فعالان فرهنگی هنری کامیونیتی ایرانی آقای فوتوبد هستند. آقای فوتوبد، با تشکر از اینکه اینجا هستی میشه بگید که چی شدش که نظرتون چیه راجع به خانه ایران؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، من همینطور که آقای فوتوبد فهمیدم محمد فوتوبد هستم. من خوشحالم که یک قدمی در این راه بالاخره برداشته شد. بعد از سالها که من خودم شاهد به حال کوشش های افراد دیگه بودیم که زحمت کشیدن که این کامیونیتی رو بالاخره ببرن جلو و یه سنتری ما داشته باشیم برای خودمون، خوشبختانه به جایی رسیده که الان فکر میکنم که نطفه این کار گذاشته شده. من تبریک میگم به همه دستاندرکاران و خود من شخصا از اونهایی هستم که خیلی دلم میخواد که واقعا حامی این برنامه باشم و خواهم. خسته نباشید و به عنوان آخرین سخن خدمت شما عرض کنم که شما چند سال تو تورنتو هستید؟ من 22 سال. بنابراین فقط یک نقطه عطفی میدونید دیگه؟ حتما یک نقطه عطفی برای همه ایرانی های هستش که در اینجا زندگی میکنن و من واقعا دارم میبینم اون روزی رو که این سنتر و این کامیونیتی افتخار بکنه که یه همچین مرکزی رو خواهد داشت برای تجمع همه افراد در همین سنین هستن، از کودک گرفته تا سالمند. خیلی ممنون. آقای فوتوبد هم حامی مالیشن هم حامی معنوی این خاله ایران هم. خسته نباشید. مرسی. خدمت شما عرض کنم یکی از هنرمندان خوب ایرانی که همیشه حامی فعالیت‌های کامیونیتی ایرانی هست،
سعید شنبه‌زاده است که برای تأسیس خانه ایران یه سفر طولانی رو از فرانسه اومده اینجا. ازش تشکر می‌کنیم و ازش می‌خوام که نظرش راجع به این مراسم بفرمایید. من خیلی خوشحالم که توی این مراسم، مثلا این خانه ایران از اون خانه ایرانای جمهوری اسلامی نیست، خوشبختانه جای شکرش خیلی باقی، خانه یک خانه ایران واقعی هست که به همت ایرانیای مقیم کانادا و این حرکت برای اولین باری که در خارج از ایران رخ میخواد بده، یک خانه ایرانی که نه وابستگی سیاسی داره نه از کسی سوال میکنن که اعتقادات تفکر چه چیز تفکر چه عقاید داخلش نیست و تبلیغ فقط برای اشاعه فرهنگ و هنر ایرانیه. منم به عنوان هنرمند ایرانی وظیفه‌ام بود که حضور پیدا بکنم، چون به هر صورت این محل میتونه خانه برای منم باشه. تشکر بزنم کاتین گوین آنریبل مایکل چن دکتر آنریبل دکتر لورا مارسن میر دیوید بارو میوید فرانک اسکارپیتی ام پی مارتا هال ام پی مستر شرم بیهاف آف دی پریو تریلیون فاندیشن تو بیلدینگ ا هوم to call our own, our gala fundraising event. Tonight is truly a landmark in the history of our community in our adopted country, Canada. Pario was born of a heartfelt need in our community. We believe in the need for a place for our community where together we celebrate and share social and cultural heritage. This need is real and is not limited to the elderly. Today, Pario serves members of the community that span from 4 to 94 years old of age in its temporary location. Over the last 2.5 years, in its center in Torhill has served over 48,000 members of our community. Pario is the first federally registered charity in Canada in August 2002 with the objective of building a center to meet the need of members of our community. From the start, the vision has been to provide facilities and services, assist members of our community in a better integrating with contributing to Canadian society as active citizens. At Pario, we believe in interculturalism, that all cultures can contribute and learn from one another toward the general improvement of the society. We strive to reflect this belief in the range of services that we provide to our members. During the last couple of years, the York reached 5 people per year, and Pario is serving the association. We hope soon to secure permanent services for Pario, where all this association and organization of our community can gather to serve our members. To have a better Canada, we need to have a more educated and informed citizenry and help optimize their potential and capacity as contributing Canadians. This could only happen to the organization such as Pario. Once again, thank you for being with us tonight and supporting Pario. Thank you very much again. Just a little bit, we have to change our schedule because the Minister Jason Kelly has other engagement. Therefore, I would like him to give him a few minutes speech and later on we will move to many hour. And maybe he should be earlier. That's why we want to hear from him his comments. Mr. Jason Kelly. Thank you, Salam. Thank you. Merci beaucoup, ministers, Chan and Min, and parliamentary colleagues from both Canada and Ontario, Conseil municipal, et mesdames et messieurs, je suis vraiment honoré d'être ici pour cet événement important, le lancement de cette campagne. I'm really delighted to be with you on behalf of the Government of Canada and our Prime Minister, the Right Honourable Stephen Harper, for the launch of this important fundraising campaign. Let me thank all of the donors and volunteers who have made this possible, because this is a community that has so much to offer. It's a community that has succeeded extraordinarily. I